اقدام اخیر خبرگزاری جمهوری اسلامی علیه هاشمی رفسنجانی مبنی بر حذف عنوان آیت الله از سوی برخی اصلاح طلبان یک سناریو خوانده شده است. این روزها نسل جوان شاید به یاد نداشته باشند که روزگاری بزرگان جناح راست برای دفاع از هاشمی در برابر چپهای سنتی شعار میدادند دشمن هاشمی دشمن پیغمبر است. اکنون شرایطی ایجاد شده که هاشمی رفسنجانی ناگزیر است برای منتقدانش بگوید که کیست و چه کرده. اخیرا دفتر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای خطاب به سید حمید روحانی که پس از انقلاب در نقش یک مورخ ظاهر شده نوشته است. دفتر هاشمی در مورد اینکه هاشمی رفسنجانی با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته به روحانی می‌نویسد که در سال‌های 48 تا 52 بسیاری با این سازمان در ارتباط بودند که می‌توان در اسناد نام آنان را یافت. این نامه خطاب به حمید روحانی که نام خانوادگیش زیارتی است می‌افزاید سابقه ذهنی جامعه از شما نشان می‌دهد که حاضر هستید برای خوشایند عده‌ای که دیروز و امروزشان معلوم است و همه می دانیم که برای فردای مملکت چه خیالهای شومی دارند تاریخ را آلوده کنید. این نامه تنها حمید روحانی را مورد خطاب قرار داده، در حالی که در میان منتقدان هاشمی رفسنجانی آیت الله محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه هم به چشم می‌خورد که گفته وقتی که ایشان در نماز جمعه در سلامت انتخابات تعریف کرد همه چیز را خراب کرد. آیت الله یزدی گفته است اصلا ایشان چه کاره است و من بارها به او گفتم که فاصلت را با رهبری کم کن. آیت الله یزدی اضافه می کند که زمانی که رئیس قوه قضاییه بودم دختر ایشان فائزه پرونده داشت و هاشمی از من خواست آن پرونده را ببندم. وی تصریح کرده که هاشمی باید از بازی‌های سیاسی دست بردارد. در همین حال روح الله حسینیان نماینده مجلس نیست از جمله کسانی است که این روزها به شدت از هاشمی رفسنجانی انتقاد می‌کنند. وی خطاب به هاشمی با صراحت گفته که شما در حوادث اخیر بارها به رهبر جمهوری اسلامی خیانت کردی و در مشهد کینه‌ات را نشان دادی و گفتی مردم اگر ما را نخواهند باید برویم.